سلام. آمریکا در چند ماه اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شده. کرونا، وضعیت اقتصادی که کرونا ایجاد کرده و اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو با چالش‌های بزرگی روبرو کرده. چالش‌هایی که باعث شده بر سیاست خارجی آمریکا قبل و بعد از انتخابات و خود انتخابات 2020 تأثیراتی داشته باشه. شیرین هانتر، استاد دانشگاه جورج تاون و مؤلف چندین کتاب سیاسی و حوزه سیاست خارجی، مهمان ما هستند. ایشون در کارنامه خودشون مشاوره به کاخ سفید رو داشتن و عضو شورای روابط خارجی آمریکا هستند. الان که خانم هانتر ما با شما داریم صحبت میکنیم، اعتراضات مردمی بر علیه نژادپرستی در آمریکا در جریانه. نظر شما راجع به این اعتراضات چیست و فکر میکنید نتیجه این اعتراضات چه خواهد بود؟ این ماجرایی که با جورج فلوید به خصوص اتفاق افتاد، این نه تنها خشم سیاه‌پوستان بلکه بسیاری از سفیدپوستان رو هم برانگیخت. از طرف دیگه علت این که این بار تظاهرات شدیدتر بود و به من به خاطر نارضایتی هاییست که از رفتار ترامپ نسبت به مسائل به اصطلاح روابط بین نژادهای مختلف در امریکا هست. برخلاف حکومت‌های دموکرات که همیشه صحبت از یگانگی و وحدت مردم امریکا می‌کنند، ترامپ در صحبت‌هاش بیشتر باعث شده بود که اختلاف ایجاد بکنه با حرفایی که زده بود. و خب این هم این بار این اتفاق جورج فلوید افتاد، واقعا دیگه میشه گفتش که کاسه ها لبریز شد. از طرف دیگه خب رکود اقتصادی در اثر کرونا و مشکلات دیگه، اینها هم به این بسیار شدت اعتراضات افزود. اما ببینید، مسئله مهم اینه که از ایران نباید این بهره‌گیری کرد، بعض به طوری که بعضی نوشته ها کرده بودن که امریکا در حال سقوطه. اگر شما تاریخ امریکا رو ببینید، از این چیزها خیلی اتفاق افتاده. مثلا شورش های سال 1968 خیلی بیشتر بود. همیشه هم بعد از این به طور کلی یه مقدار اصلاحاتی شده که نسبت به وضع سیاه‌پوستا و برخی افراد دیگه هم که از نظر اجتماعی اقتصادی وضعشون بهتره. انتظار من این هستش که بعد از این تظاهرات ما شاهد این باشیم که مسئله اصلاحات در سیستم به اصطلاح قضایی امریکا و در سیستم پلیس بیشتر بشه و تا حدی شاید اختیارات اونها در اینکه چطور با مردم رفتار میکنن کمتر بشه. نقش دموکرات ها در این اعتراضات چقدر هست؟ آیا فکر میکنید اصلا نقشی دارن در این اعتراضات مردمی؟ ببینید، دموکرات ها البته به همه چیز در زندگی سیاسی است، این رو باید قبول کردم. تو که ارسطو گفته انسان یک موجود سیاسی، حتی من و شما الان صحبت میکنیم بیرون سیاست از البته خیلی از سطح قلیل. بنابراین مسلمه وقتی که همچین مسئله حساسی پیش میاد، خب دموکرات ها به خصوص که ما داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم، سعی خواهند کرد از این استفاده بکنن. بنابراین شما میبینید که تمام رسانه های تلویزیون CNN، MSNBC، اینا همه شب و روز، یعنی لا بدون وقفه، اینا خب به ترامپ حمله میکنن، همطور که در مورد کرونا هم حمله میکردن. از طرف دیگه فاکس نیوز و رسانه های راستگرا هم دموکرات ها رو متهم میکنه. اما بقیه من به طور کلی دموکرات ها از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی بیشتر معتقد به اصل مساوات هستند و الان به خصوص که نقش اقلیت های نژادی و مذهبی در حزب دموکرات خیلی زیاد شده. یعنی اگر مثلا میگم اگر شما یک سیاه‌پوست هستین یا یک شخصی از تبار لاتینی هستین یا یک مسلمان هستین در امریکا، اگر میخواهید که از یک حکومتی حمایت بکنید، به جز استثناءهای خیلی خیلی محدود، شما از دموکرات ها حمایت میکنید، برای اینکه اینا فلسفه‌شون مبتنی بر
تساوی بین همه آمریکایی هست، اهم از این که اینا نژادشون چه باشه، مذهبشون چه باشه، از کجا آمده باشن. بنابراین این جریاناتی که اتفاق افتاده مسلما تا حدی ممکنه که به دموکرات ها در انتخابات کمک بکنه، مثلا سیاه‌پوستا و لاتین تبارها رو وادار بکنه که برن و به دموکرات ها رای بدن. البته مسائل دیگه هم در این مورد هست، مثلا لاتین تبارها چون مذهبی تر هستن، کاتولیک مذهبی هستن، از بعضی سیاست های دموکرات ها خوششون نمیاد، نظیر مثلا قانونی کردن ازدواج بین همجنسگراها و غیره، و اونا در واقع گاهی اوقات این مسائل اخلاقی برایشون از مسائل اقتصادی مهمتر میشه و خیلی از اونها به مثلا جمهوری خواهان رای میدن. البته سیاست امریکا خیلی چطور بگم به راحتی نمیشه این رو تقسیم کرد که لیبرال در یه طرف، محافظه کار در طرف دیگر. این وسط هم خیلی هستن که مثلا بنده شخصا با سیاست های اقتصادی امریکا خیلی بیشتر موافقم و با اصلی تصاوینا، ولی از بعضی از موازی اونها در مورد بعضی مسائل اجتماعی غیر خیلی راضی نیستن. ولی خب چاره چیه دیگه؟ آدم بایستی که یکی رو انتخاب بکنه، ببینه که به اصطلاح شر کمتر موازی میکنه. ولی خیلی آسون نیست همیشه بسه همه چی، ببخشید من حالا انگلیسی میگم، ولی همیشه همه چیز سیمتریکال نیست، یعنی مقارن نیست، گاهی وقتا این تمایلات نامتقارنه. فکر میکنین اعتراض ها به شکست ترامپ در انتخابات 2020 بیانجامد یا نه؟ ببینید من فکر میکنم که این بایستی دید که این به هر صورت، اولا اینا چقدر دیگه طول میکشه، ولی همیشه بقیه من در انتخابات مسئله که مهمه مسئله اقتصاده. چند روز پیش خبرهای نسبتا خوبی از نظر اقتصادی بود، گفتن که مثلا تعداد بیکارها کم شده و اینا. اگر که این خطر کرونا کمتر بشه و اقتصاد شروع کنه به باز شدن و تا حدی یک نوع به اصطلاح جنبشی و جهشی ایجاد بشه، ممکنه بعضی از اثرات این تظاهرات کم بکنه. ولی از طرف دیگه شما باید متوجه باشی که مسئله نژادی فقط مربوط به سیاه‌پوستا نیست. در امریکا خیلی از سیاه‌پوستا هستن که فکر میکنن که حکومت‌های دموکرات لااقل از دهه‌های 60 به بعد خیلی امتیازاتی دادن به سیاه‌پوستا که این واقعا یک نوع تبعیض برعکس بر علیه سفیدپوستان بوده. مثلا سیاه‌پوستا تعرفه هایی دارن برای اینکه برن وارد دانشگاه بشن، بعضی از اونها شاید در سطح به اصطلاح نیستن که وارد دانشگاه بشن، ولی برای خاطر اینکه تعادل ایجاد بکنن. خب و این شورش و به خصوص غارت و اینا که شد، یک نوع اینا رو مردم سفیدپوستا هم میترسونه. اونا واقعا میخوان که آرامش و حکومت قانون باشه، به قول معروف لو ان اوردر، میتونید نظم و قانون برقرار بشه. و خب این بعید نیستش که اونا هم خودشون رو به اصطلاح طرفداران ترامپ هم خودشون رو مجهز بکنن، مسلم کنید. و البته این مسئله رو هم شما نباید فراموش کنید، پیروزی در انتخابات بستگی به این هم داره که بایدن آیا مؤثر خواهد بود یا نه. متاسفانه بایدن هم یک ضعفایی داره و هیچ بعید نیستش که در مناظره با ترامپ این به خوبی نقش خودش رو ایفا نکنه. مشکلی که من خودم خب الان به عنوان تبعی امریکا که میتونه رای بده، مشکلی که من در آن حال دارم و خیلی از امریکایی همی رو خواهند داشت، اینه که هیچ کدوم از اینا واقعا به اون معنی خوب نیستن که بتونن امریکا رو در این شرایط حساس اداره بکنن. خب بنابراین من فکر نمی کنم که از همین حالا به طوری که بعضی ها از حالا خیال میکنن که فرضاً بایدن انتخابات رو برده و مشغول این هستن که ببینن چه کسی چه مقامی رو خواهد گرفت. بقیه من این هنوز زوده، هیچ معلوم نیستش که چطور بشه. این تا حد زیادی هم بستگی خواهد داشت به اینکه بایدن چه اندازه موثر باشه در این
یک تصویر یک رهبر واقعا قوی و کارآمد رو نشون بده. این مثلا این موضوع کرونا چیزی که مردم رو خیلی ناراحت کرده اینه که چطور امریکایی که با این همه مثلا نیروی علمی و غیره و اینا این نتونست فرض کنید حتی به اندازه سنگاپور این کرونا رو مهار بکنه. اینه که نگرانی در مورد کارآمدی دولت امریکا خیلی بیشتر شده. اینکه رایدهندگان امریکایی وقتی من اونچه که میخوان یک دولت کارآمده. البته ترامپ که کارآمد نبوده، اما شاید بعضی رو شک کنن که آیا بایدن کارآمد خواهد بود یا نه. خانم هانتر، فکر میکنین اگر بایدن یا ترامپ در انتخابات 2020 رای بیارن، روابط واشنگتن با تهران چگونه خواهد بود؟ ببینید، آنچه که مسلمه این فکر رو نباید کرد که اگر بایدن رئیس جمهور بشه مشکلات ایران تمام خواهد شد. این نیست. برای که شما ببینید وقتی که برجام هم که تصویب شد یا قرارداد منعقد شد و غیره، حتی حکومت اوباما هم واقعا اونطور که باید این طرف مثلا مسئولیت های طرف امریکا رو اعمال نکرد. خیلی ها بودن به خصوص در خزانه داری امریکا که واقعا به قول معروف چون لای چرخ این میانداختن. از طرف دیگه مسئله که در خاورمیانه برای امریکا مهمه این هستش که نوعی اسرائیل مشروعیت پیدا بکنه و مسئله فلسطین حل بشه. موضوع میکنی حالا البته اونچه که راه حلی که اسرائیل میخواد عادلانه نیست، ولی به هر حال هدف امریکا اینه که یه مسئله حل بشه که این دیگه این دردسر تموم بشه. در حال حاضر اونها ایران رو مسئول این میدونن که این مسئله حل نشده و همچنین مثلا فکر میکنن شاید اگر ایران از اسد حمایت نمیکرد یه حکومت دیگه روی کار میومد و قرارداد صلح با اسرائیل میبست و غیره. دموکرات ها حتی میشه گفتش که تا قبل از ترامپ از بیشتر طرفدار اسرائیل بودن. بنابراین من فکر نمیکنم بایدن به خصوص خودش، بایدن گفته بود در یک محفلی که من یک صهیونیست هستم. خب ببینید وقتی این حرف رو میزنی. از طرف دیگه خب اینا اگر مذاکره بخوام بکنم، اینا میخوان که همون بر اساس همون تقریبا میشه گفت شرایطی که پومپئو و اینا داده، یعنی ایران بایستی که موشک‌های خودش رو تقلیل بده به قول از دخالت در مون، حالا منظورشون از این دخالت چیه، دست برداره. ولی وقتی میگن دخالت یا اقدامات تنش‌زا، اینا بیشتر همون منظورشون در رابطه با اسرائیله. اگر ایران رابطه به یه نحوی با اسرائیل به یک نوع سازش برسه، عربستان و این و اونم جرات اصلا دیگه نمی کنن که این کارو بکنن. اونها از مشکلات ایران، اسرائیل از مشکلات ایران با امریکا استفاده کرده. الان تقریبا تمام کشورهای عربی یا رسما یا غیر رسما با اسرائیل در حال مبادله و نرمال کردن روابطشون هستن. بنابراین من فکر نمی کنم، یعنی بایدن خودش هم گفته، بقیه کاندیداها هم گفته بودن، ما میگن به برجام برمیگردیم ولی باید یک قراردادهای جانبی هم امضا بکنیم که این مسائل رو. خب الان ترامپ هم همین رو میگه دیگه. چند وقت پیش ترامپ گفته بود موقع این هستش که ایران چی میگم بیاد و توافق بزرگ رو با امریکا حاصل. یعنی منظورش اینه که فقط مشکل هسته‌ای نباشه و قضیه موشکی و غیره. بله مشکل هسته‌ای نیست، خودتون برم مشکل هسته‌ای نیست. مشکل این هستش که ببینید این واقعیت رو باید قبول کرد که بعد از انقلاب ایران خب یکی از اصول سیاسی خودش رو گفته مبارزه با امریکاست، که البته تحت عنوان مبارزه با امپریالیست از اون صحبت میشه. خب وقتی که شما یک چالشی به یک دولتی به خصوص به یک قدرت بزرگ
میکنید، اون رو با یک چالش روبرو میکنید، خب اونا هم مسلماً در سرت برخواهند اومد که شما رو تضعیف بکنن که نتونین این چالش خودتون رو ادامه بدین. بنابراین در اینجا نمیشه گفت که مثلا مسئله هسته‌ای، من همیشه گفته بودم مسئله هسته‌ای یک نمادی از این مشکلات ساختاری رابطه با امریکا و ایرانه. مثلا شما ببینید پاکستان سلاح هسته‌ای داره، آشکارم آزمایش میکنه و اینا، کسی هم اصلا حرفی نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اونا میدونن که پاکستان این سلاح هسته‌ای رو بر علیه امریکا یا بر علیه متحدین امریکا به کار نخواهد بود، ولی این اطمینان رو از ایران ندارن. البته من همیشه گفتم که عدم اعتماد در اون طرف هم وجود داره و با بیرون رفتن از برجام امریکا واقعا دیگه ایران نمیتونه تا حدی به حرف امریکا اعتماد بکنه. یعنی امریکایی ها هم باید این رو بدونن، اگر ایران باید اعتماد سازی بکنه، اونها هم باید اعتماد سازی بکنن. روزی میکنیم بنابراین بقیدی من بایستی که این مسائل رو بر اساس یک دیدگاه واقعا ریالیستی و اینی که اساس روابط بین المللی متاسفانه رقابته و رقابت و کسب قدرت، این برای نمیتونم حق و قانون و فلان و اینا متاسفانه نیست. البته هست تا حدی، اما نه اونجایی که منافع کشورها مثلا اونجایی که خودشو خیال میکنم به خطر میفته. واسه میکنی من برای هر دو طرف باید یه راه حلی پیدا بکنن که منافع واقعا اولیه اونها رو تامین بکنه. ایران باید مطمئن بشه که مثلا امریکا از کشورهای همسایه که با اونها رابطه داره بر علیه ایران استفاده نخواهد کرد. امریکا هم مطمئن بشه که ایران عملیاتی نخواهد داره. البته تا حدودی به طور غیر مستقیم به حال یک سیگنال های رد و بدل میشه، تا حدودی یک مرز های مشخص شده که هیچ کدوم از مرز ها فراتر نمیرن. تابستان گذشته خب ما این رو دیدیم دیگه، چه مرز هایی هست و چه هر دو طرف برای تا حدی با اعمال خودشون با هم دیگه در واقع دارن مذاکره میکنن که ما این کار نمیکنیم، اما شما هم دیگه بایستی که در اینجا دست دست با خطا نکنید. ولی خوب هستش که اگر این مسائل به طور آشکار و بر اساس به اصطلاح ضوابط بین المللی صحبت بشه و حل و فصل بشه. ولی لب به کلام بنده این هستش که انتظار زیاد از بایدن نداشته باشه. از ترامپ هم قاعدتا نباید انتظار داشته باشی. اصلا یه چیزی من اینو باید میگم شما، من مطمئنم اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور شده بود به احتمال قوی جنگ با ایران صورت میگرد. بایدن از اول اصلا مخالف جنگ بود، حالا به علت یه فشارهایی و ترامپ منظورتونه؟ ترامپ، بله ترامپ، معذرت میخوام، ترامپ مخالف جنگ بود. اینو اگر هیلاری شده بود من تقریبا میتونم بگم 90% اطمینان دارم که اون به جنگ میرم. اولا برای اینکه اثبات کنه به عنوان یک زن این از اعمال نظامی نمیترسه، از طرف دیگه اون خیلی تحت تاثیر نتانیاهو بود دیگه. و اینه که ترامپ هم اصولا از جنگ بعدش میاد، نمیخواد، میخواد سربازهای امریکایی رو تا اونجا که میتونه برگردونه. خودش متوجه شده اینا مخارج زیادی برای امریکا داره و اینا. من نمیدونم، من مطمئن نیستم که آیا بایدن واقعا قدرت مقاومت رو در مقابل فشارهای اگه بیشتر بشه چه در داخل امریکا و چه از طرف بعضی از متحدینشون که البته مسئله اصلی واقعا مسئله اسرائیل و عربستان و اینا هستن، ولی اونا در حاشیه، اینا به اصطلاح چه میگن از این استفاده میکنن، موج سواری میکنن، ولی به تنهایی خودشون نمیتونن کاری میکنن. اگر فردا ایران و امریکا روابطشون درست بشه هیچ کس نمیتونه از ایران سوء استفاده بکنه. در حال حاضر همه سوء استفاده، ترکیه رو ببینید، این همه از ایران پول در میاره. من
مثلا فرض کن لوله نفت که خراب میشه، لوله گاز که خراب میشه، اینو تامین نمیکنه. اینا همه میخوان که ایران ضعیف بشه. اصلا هیچ کدوم از همسایگان ایران به ایران حسن نیت ندارن. خودتون از یه طرف ترک‌ها هستن، از یه طرف عرب. اینا هیچ کدومشون ایران و ایرانی رو دوست نداره. این یه واقعیت تاریخی است، ازش هم نمیشه فرار کرد. هر قد ما بگی متاسفانه اینا هست. عربا هم دیگه رو خیلی دوست ندارن. میدونید این که دولت‌ها اصولا به اساس مسئله دوستی و علاقه نیست، اینه که چی به نفع منه و چی به نفع من نیست. و در حال حاضر خب ایران در تحریم شده، اقتصادش ضعیفه، اینه که همه تا اونجا که میتونن خون ازش سوء استفاده بکنن. اما اگر این معضل اصلی از میون برداشته بشه، خب مگه ابودبی میتونه برای ایران شاخشونه بکشه، یا مثلا چه میدونم ترکمنستان مثلا به ایران فشار وارد بیاره؟ موضوع میکنی چی میخوام بگم؟ اینه، من الان اینو سال هاست، اقلا 30 سال من اینو دارم میگم، منتها خب برخی کارشناس ها معتقدن که جمهوری اسلامی باید با یک جمهوری خواه وارد مذاکره بشه تا بتونن یک مذاکره اثر بخش داشته باشن. نظر شما راجع به این چیه؟ نه، من با این نظر موافق نیستم. این ببینید، در امریکا وقتی پیش میاد در مورد مسائل اصلی امنیتی امریکا و مسئله مرکزیت بعضی مسائل در امریکا و به خصوص الان مثلا این مسئله اسرائیل و طرفداران اسرائیل مهمتر از 40 سال پیش شده که من مثلا در امریکا هستم. موازی میکنید، برای اینکه پول اینو زیادتر شده، اینا انقدر به کاندیداهای رئیس جمهوری کمک میکنن. خب میدونید اینم که به اصطلاح کسی که پول مفت که نمیده، یه انتظاری از اون بالاخره داره دیگه. موضوع میکنین اینه که بقیده من بین جمهوری خواه و بین دموکرات در این زمینه هیچ فرقی نداره. ایران بایستی که فقط امریکا هم نیست، همین مشکلاتی که در رابطه ایران با امریکا هست، در رابطه ایران با اروپا هم هست، برای اونها هم این مهمه. حالا چه این به خاطر احساس گناه باشه از ماجراهایی که در جنگ جهانی دوم پیش اومد، چه علتی باشه که این افراد در هر دو این جاها نفوذ دارن، حتی مسئله روسیه هم. ببینید روسیه در این سالها از کارت ایران استفاده کرده، الان هم ببینید در سوریه داره ایران رو جا میزنه، از خون ایرانی استفاده کرد پوتین. الان میگه که نه، حالا دیگه نوبت منه که بگم کی میمونه، کی میره، چی میشه. خب من اینم گفتم، منتها خب میگم گوش نمیدن دیگه. این یک نوبایستی که واقع بینی در سیاست ایران پیش بیاد. من همین رو نوشتم هم گفتم، و ایران باید یک نگاه ملی داشته باشه. وقتی که من میگم نگاه ملی، منظورم نسیونالیسم و فلان اینا نیست. نگاه ملی اینه که منافع ایران باید ارجحیت داشته باشه. به دلیل وجود اسرائیل و گروهک های تروریستی مثل داعش، ایران مجبور حضور فیزیکی و غیر فیزیکی در منطقه داشته باشه. برخی معتقدن به دلیل این حضور فیزیکی ایران نمیتونه با غرب مذاکره بکنه. شما فکر می‌کنید ایران چاره دیگه ای داره که حضور نداشته باشه در منطقه؟ و همینطور ایران در برجام نشون داد که 100% در عدم موفقیت برجام مقصر نیست و این کشورهای غربی بودن که باعث شدن که برجام به این بنبست برسه. فکر می‌کنید خب نقش ایران در این موضوع چیست؟ ببینید اون چه که اول شروع میشه با این که بعدم پیش میاد خب فرق داره، ملاحظه میکنی؟ ولی من از این معتقدم که بسیاری از چیزایی که اتفاق افتاد به خصوص بعد از حمله امریکا به عراق، واقعا یک دینامیک هایی رو به وجود آورد که این باعث شد که تنش در منطقه بیشتر بشه. مهمترین این دینامیک این بود که موازنه قدرت رو به هم زد، و یا این که
تصویر اینکه موازنه قدرت از بین رفته این پیش اومد. عربستان سعودی غیره ترسیدن که الان ایران راه رو تحت کنترل در خواهد آورد و بعدم از اونجا وقت ایران در سوریه رفت اینا ترسیدن و صحبت از هلال شیعی و غیره و اینا شد. این خب البته تقصیر اصلی با امریکا بود که این کارو کرد. به وجود آمدن داعش و غیره هم تا حدی در نتیجه این بود، ولی از طرف دیگه همونطور که در اول هم عرض کردم به طور کلی چالشی که ایران به نظام موجود بین المللی آورده واسه میکنه، اینا خودشون میگن، میگن ما این نظام موجود رو نمیشناسیم و یکی از اهداف ما از بین بردن این نظامه. واسه میکنه وقتی شما این حرف رو میزنید در نتیجه بقیه خواهند اومد که شما از این جلوگیری بکنه. مثلا موقعی که بعد از جنگ جهانی دوم اتحاد شوروی میگفت من میخوام مثلا سوسیالیسم رو در همه جای دنیا توسعه بدم، خود امریکایی‌ها هم اومدن و سیاست کانتینمنت یعنی بازدارندگی رو پیش گرفتن. یعنی به طوری که هم طور که میدونی بعضی از تاریخ شناسان اینا مثل تایم بیم گفتن مسئله چالنج و ریسپانس، چالش و جواب به اون چالش. موضوع میکنی اینا یک حالت دینامیک و حالت به اصطلاح دارن و روی همدیگه اثر میذارن. موضوع میفهمه چی میخوام بگم. نمیشه گفت همه چیز هم که ساکن نمیمونه و هر چیزی که اتفاق میفته اون بلا فاصله عوامل دیگر رو عوض میکنه بینا. و ایران خیلی سریع نموده در این که این تغییراتی که در نظام بین المللی پیش میاد بهشون یعنی خوب تفسیر بکنه و ببینه که با این شرایط جدید چه سیاست هایی باید در پیش بگیره. من الان مثلا نگران این هستم، چون ببینید الان در عراق وضعیتی که پیش اومده هیچ بعید نیست که در آینده در عراق حکومتی باشه که واقعا شاید نه به اون بعدی صدام، ولی بالاخره عراق هیچ وقت از رقابت با ایران دست بر نداشته. حتی نوری المالکی هم با ایران رقابت میکرد. شما الان ببینید اینا میگن ایران این همه تجارت با عراق داره، ترکیه خیلی بیشتر با از ایران با اونو داره. مایزه میکنی اینه که من اینو دارم میگم که ایران اول بایسته که منافع خودش و ملت خودش رو در نظر بگیره، تا اینکه مثلا حالا اینو شاید چما نکنیم بگیم نگهداری ایران، تمامیت ایران، بقای ایران به نظر لاقل این حقیر بر هر هدف حالا میخواد آرمانی باشه و یا غیره برکریت داره. اگر ایران نباشه خب دیگه بنده شما چه میکنید اصلا؟ یعنی میدونید اینو من میگم وقتی از نگاه ملی صحبت میکنم، منظورم این نیستش که ایران همیشه گناهکار بوده. نه خیر، شما اگر چیزایی که من نوشتم ببینید، من همیشه گفتم مثلا در قبال عربستان من همیشه گفتم بابا ایران این کارا رو نکرده، پس شما چرا هیچ وقت از عربستان نمیپرسیم چرا این کارا رو کردن؟ من همیشه از مثلا منافع اصلی ایران دفاع کردم و واقعا هم سعی کردم که یک نگاه منصفانه داشته باشم. ولی از طرف دیگه خب به عنوان یک تحلیلگر و به خصوص به عنوان یک ایرانی الاصل نمیتونم بعضی واقعیات ها رو نادیده بگیرم. ملزم میکنم چه میخوام بگم، آخه اینه دیگه، شما نمیتونید وقتی شما از خارج مرز خودتون میرین اونای دیگه میان تو داخل مرزشون. یعنی اون موقع هایی که حتی ایران خارج از مرزش هم نمیرفت صدام و غیره میامدن و نمیدونم این کارا رو میکردن. این منظور من این ایران باید واقعا این باید یه سیاست ملی و واقعگرا داشته باشه. اگر انتخابات 2020 بایدن یا ترامپ رای بیارن، فکر میکنید معادلات استراتژیک منطقه به چه سمتی بره؟ آیا وارد جنگ با ایران میشوند؟ والا البته ببینید من واقعا غیبگو نیستم که بتونم پیشبینی بکنم که چه پیش میاد و این اولاسم کنید، ولی اونچه که من میتونم به شما بگم اینه که مگر اینکه واقعا یک وضع خارق العاده ای پیش بیاد، مثلا مثل اینکه فرض کنید یک به اتفاق خارق العاده بیفته، مثلا نظیر همون حمله ای که به اصطلاح به چی میگن مرکز تجارت جهانی شد، میدونید 9/11 و اینا، امریکایی ها به طور کلی مردم امریکا دیگه جنگ نمیخوان.
اصلا نمیخوام از برای که احتیاجات داخلی خود امریکا الان اونقدر زیاده که این که برن دوباره 2-3 تریلیون دیگه خرج بکنن و جنگ برن و اینا، این بقیه من این واقعا ملت امریکا این رو قبول نخواهد کرد، مگر اینکه میگم یک حمله به خود امریکا در داخل امریکا پیش بیاد، یا اینکه مثلا یک پایگاه امریکایی از بین بره و فرض کنید که 1000 امریکایی کشته بشه، اون امری علاقه است. ولی در شرایط فعلی امریکایی ها نمیخوان که وارد جنگ هایی بیشتر بشن و من فکر میکنم بایدن هم بالاخره اگر رئیس جمهور بشه همین کار رو خواهد کرد. ترامپ بقیه من جنگ نمیخواد، پومپئو جنگ میخواد، بله پومپئو جنگ میخواد، بولتون جنگ میخواد، خیلی هستن در امریکا که اصلا به هیچ چیزی به غیر از این که تمام مثلا تأسیسات ایران حالا چه از نظر نظامی و اقتصادی اینا از بین نره کاملا، اینا راضی نخواهند شد. اما اکثریت مردم امریکا و اکثریت سیاستمدارها به خصوص در بین دموکرات‌ها ولی حتی در بین جمهوری‌خواه‌ها به هیچ وجه خواهان این نیستن. من برای من فکر نمی‌کنم که واقعا جنگی بشه مگر همطور که عرض کردم در شرایط استثنایی. اما این که جریانات منطقی به چه طرفی بره، من در اون مورد خیلی تغییر اساسی نمیدونم. سعی خواهد شد که فرض کنید که اگر بتونن مسئله یمن رو به یه نحوی حل و فصل بکنن، اما من فکر نمی کنم که مثلا تغییری در، گرچه ایده این صحبت رو می کنن که امریکا بایستی که روابطش رو با عربستان سعودی قدری کمتر بکنه، ولی من فکر نمی کنم که این تغییری بشه برای خاطر اینکه به حساب منافع اقتصادی غیره مختلفی به خصوص اونهایی که سازندگان تجهیزات نظامی و هواپیما و غیره و اینا اصلا خیلی طرفدار عربستان سعودی هم قطر و اینا، وقتی شما مثلا 200 میلیارد دلار سپرش میدین به یک شرکت نمیدونم هواپیمایی و غیره، خب اینا به هر حال اینا منافعی دارن، نفوذی دارن. بنابراین من فکر نمی کنم تغییر اساسی در منطقه بشه. تغییر اساسی در صورتی پیش میاد که اون هم البته نمیدونم ممکن باشه یا نه در شرایط فعلی به خصوص در شرایط ایران، که یک تغییر ماهیتی کامل در روابط ایران و آمریکا حاصل شد. در اون موقع همه چی عوض میشه. عوض میشه اینه که ایران جایگاه خودش رو پیدا میکنه، نه اینکه مثلا بگن خب خلیج فارس مال شما، هر کار دلت میخواد بکنی. اینو قبل از انقلاب هم حاضر نبودن. اما ایران یک بازیگر مشروع میشه و دیگه کسی نمیتونه بگه مثلا شما در عراق چه میکنی؟ خب ما همسایه هستیم، روابط اقتصادی داریم، روابط فرهنگی داریم، روابط سیاسی داریم. اینه که کسی دیگه به مصورت جلو ایران رو نمیگیره. رقابت چرا؟ ایران ببینید قربتون برم، ایران مشکلش اینه که تنهاست. ایران واقعا تنهاست. هر طرف شما نگاه میکنید یه گروهی هستن که اساساً ضد ایران هست، حالا بدونه که خودشون هم بفهمن همینطور هم بوده. شما به شرق نگاه بکنید، من همه این جاها رو رفتم دیدم دید. به شرق نگاه بکنید همین، مثلا خیام کنید مثلا روسا، مگه فکر میکنید ایران رو میخوان که ایران تقویت بشه؟ روسا ایران رو یه رقیب میبینن در منطقه یورایزیا، اصلا اونا نمیخوان گاز ایران بیرون بره، اونا نمیخوان نفت ایران پیشرفت کنه، نمیخوان پتروشیمی ایران بره. چین مگه میخواد که ایران رقیب باشه براش؟ ملاحظه میکنی ایران اگر میخواد که بازیگر باشه باید از همه اینا استفاده کنه، برای اینکه از همه اینا بتونه استفاده کنه باید با همهشون رابطه خوب داشته باشه، اینا رو همینطوری در دست نگه داره. ملاحظه میکنی چه میخوام بهتون بگم؟ از طرفی دیگه ایران متاسفانه اینا همیشه به اصطلاح بالقوه مونده و بالفعل نشده. ایران واقعا میتونه یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مهم میبشه، یعنی یک قدرت متوسط مهم. اینو هیچ وقت کشورهای بزرگ اینو برای ایران نخواستن، چه در دوره فرض کنید
200 سال قبل روسیه و انگلیس بود، چه بعد از اون. هر وقت ایران خواسته جون بگیره یه بلایی سرش اومده، حالا یه جنگ شده یا انقلاب شده یا نمیدونم، خلاصه یه چیزی شده دیگه. بنابراین در این شرایط لازمه که ایران خیلی با درایت کار بکنه، بهانه به دست هیچ کس نده و در این حال به اصطلاح بنیه داخلی خودش رو، اقتصادی، انسانی و غیره رو تقویت بکنه. و این حال هم نذاره، برای اینکه خیلی ها به ایران حسادت میکنن. چون وقتی کشورهای منطقه رو میبینه، من گاهی این حرفا رو میگم و خیلی هم بعضی ناراحت میشن، همه این کشورهای منطقه دارن از تاریخ ایران برای خودشون تاریخ میسازن و در این حال هم منکر اصلا وجود ایران هستن. افغانستان میگه ما آریانه هستیم، ما ایران اصلی هستیم. آقای غنی هم گفتش که فارسی دری در افغانستان به وجود آمد. میدونیم، میخوام بهتون بگم ایران در این شرایط، اما خب اثراتی که در داخل ایران بعضی ها هستن که میگن اصلا زبان فارسی بشه در کن. میدونیم چه میخوام بگم، مشکل ایران اینه، یه دی اصلا براشون ایران مهم نیست. درسته. اصلا با اوج گرفتن اختلافات کاخ سفید با چین و روسیه و بالا گرفتن تنش‌های خاورمیانه و شرایط کلی جهان، فکر می‌کنی ما وارد یه جنگ جهانی دیگری بشیم یا نه؟ من فکر نمی‌کنم، مگر اینکه واقعاً تمام دنیا یک دیوانگی دست جمعی بگیره. من فکر نمی‌کنم. ببینید، چین بعید من هنوز علی‌رغم خیلی حرفایی که میشه گفت که چین ابرقدرت جدیده، خیلی احساساتی میشن و بر خاطر کرونا مثلا این حرفا رو میزنن که اصلا دنیا کاملا عوض خواهد شد. دنیا به طرف، به طور کلی خواهی نخواهی به طرف چند قطبی شدن میره. یعنی همیشه تا حدودی چند قطبی بوده، هیچ وقت هژمونی هیچ دولتی در طول تاریخ نتونسته هژمونی رو به طور کامل ادامه بده. هژمونی اونا از داخل خود امپراتوری همیشه مورد چالش قرار بوده. امپراتوران روم دائما این ور اون ور میرفتن جنگ میکردن که شورش ها رو مثلا ساکت کنن. امپراتوری ایران هم همینطور موضوع میکنید. ولی از طرف دیگه شرایط جهانی اینا وقت من طوریست که اینکه کشورها کاملا به حالت خودکفا در بیان اینا، این هم شدنی نیست. البته بیشتر سعی خواهند کرد که خودکفا بشن، ولی روابط چین و امریکا خیلی از نظر اقتصادی به هم تنیده شده و این در این بحران کرونا کاملا روشن شد که چقدر از فرض کنید که بعضی از اجزای صنایع امریکا از چین میاد و خب چین هم هنوز از نظر این داره. بنابراین من فکر نمی کنم به جنگ جهانی برسه، به خصوص اگر دموکرات ها روی کار بیان. بقیه من امریکا به بعضی از این معاهده هایی که الان از نظر به سلاح کنترل سلاح، به خصوص سلاح اتمی و غیر وارد خارج شدی، به اینا بر میگرده و چه بسا که موافقت نامه های دیگه هم منعقد بشه. خب بالاخره چین هم اگر میخواد واقعا یک ابرقدرت باشه، بایست این که با ضوابط ابرقدرتی رفتار بکنه. الان در بعضی موارد از نظر تجاری چین هنوز ادعا میکنه که یک کشور در حال توسعه است. واضح میکنی، خب این که نمیشه، مثلا شطور سواری دولا دولا نمیشه. یا اگر شما میخواید ابرقدرت باشید، باید مسئولیت های ابرقدرت رو هم در پیش بگیرید. روسیه هم همینطور. الان همه دارن در یک، به خصوص ببینید نظام بین المللی از سقوط شوروی به بعد در یک نوع حالت گذر بوده و این حالت گذر هنوز تموم نشده و هنوز معلوم نیستش که شکل آخری این چه خواهد شد. ولی اونچه که من میبینم یک نوع چند قطبی است، یک نوع موازنه بین این قطب‌های مهم و بالاخره به وجود آمدن یک نوع مقررات، چه حالا به صورت رسمی و یا غیر رسمی، که مانع از درگیری های فرض کنید که شدید و یا خدا نکرده جنگ جهانی بشه. من این انتظار رو ندارم. شما به عنوان یک کارشناس بین الملل فکر میکنید که در انتخابات نوامبر ترامپ پیروز انتخابات خواهد بود یا بایدن؟ من بلا
کارشناس بین الملل بله، اما کارشناس سیاست امریکا هنوز بعد از 40 سال و دیدن این همه انتخابات ریاست جمهوری، من واقعا این اداره نمیتونم بکنم که من امریکا رو میفهمم. امریکا کشور بسیار پیچیده است، هر قسمتش میشه گفتش که خصوصیات خاص خودش رو داره. من فقط میتونم که یک اظهار آرزو بکنم و اون هم بیشتر نه خاطر شاید جنبه های بین المللیش، گرچه در اونجا هم به عقیده من یک تعدیلاتی روی میده، حالا خاورمیانه استثنات، خاورمیانه خیلی عوض نمیشه به خاطر صحبت هایی که کردی و دلایلی که عرض کردم حضورتون، ولی از نظر داخلی امریکا من امیدوارم که بایدن پیروز بشه، برای اینکه بایدن واقعا متعهد به این که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی نظیر اونچه که فرانکلین روزولت بعد از رکود بزرگ دهه 1930 پیش آورد، که بعضی از این به اصطلاح شکاف‌های اقتصادی بین مردم امریکا رو کم بکنه. امیدوارم بایدن رای بیاره، برای که من سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اونو و همچنین رویه اون در مورد روابط بین نژادهای مختلف و گروه‌های نژادی مختلف در امریکا خیلی بیشتر موافقم و مثبت‌تر اون رو می‌بینم. بله. و امیدوارم اگر اون بیاد با رفتارش و با صحبت‌هاش بتونه این به اصطلاح چه میشه گفت شکاف هایی که ایجاد شده در بین مردم اینا رو تا حدودی تعدیل بکنه و مردم رو به طور کلی به همدیگه نزدیکتر بکنه. البته میگم بعضی دموکرات های افراطی هم هستن یا کارهایی میکنن که من خیلی باش موافق نیستم، ولی خب میدونید دیگه شما بایسته این که شر کمتر رو بگیرید و در حال حاضر من فکر میکنم بایدن و گروه های راستگرا خب خطرناکتر هستن، نه فقط برای امریکا بلکه برای همه دنیا. درست، خیلی لطف کردین خانم هانتر از وقتی که به ما دارین.